سلام دوستان، چطوری؟ من امیرعلی هستم از چنل گیم اسپیس. امروز میخوام به 5 تا از بهترین وبسایت های انگلیسی و خارجی در مورد علم هوافضا بپردازیم که اطلاعات خوبی رو میتونن در اختیارتون بذارن. پس حتما چنل من سابسکرایب کنید و اگر هم که از اینستاگرام دارید مشاهده میکنید، لطفا پیج منو فالو کنید. خب بریم با اولین وبسایت. اولین وبسایت خیلی ساده است، space.com. دیگه یعنی از این ساده تر دامین برای وبسایت در زمینه حافظا نیستش. space.com یه وبسایت فریه که آخرین یعنی جدیدترین اخبار روز دنیا در زمینه فضا و علم حافظا میذاره، یعنی پرتاب فلان موشک در تاریخ فلان رو قشنگ میذاره، توضیحات کامل رو در مورد اون میده و کاملا هم فری هستش و شما میتونید از بخش‌های متفاوت برین و اطلاعات خوبی رو در مورد جمع کنید. کمی هم حالا مقالات علمی و چی داخلش هستن و میبینین که آخرین اخبار روز دنیا رو در اون قرار میده. خب دومین وبسایت برای کودکان هستش، برای آموزش کودکان، که به نام nasa.gov/kidsclub هستش که شما میتونین حالا اگر علاقمند به علم هوافضا هستین و کاملا هیچی در موردش نمیدونین، میتونین بیاین از داخل این وبسایت استفاده کنین و این وبسایت برای کودکان هم هست، یعنی هم برای بزرگسالان هم کودکان، کلا برای کسایی که ابتدایی اند و زیاد در مورد هوافضا علم ندارن میتونن وارد این وبسایت بشن و از جای مختلفش ازش استفاده کنن. و چون که ناسا هم پشتشه که دیگه خیلی معتبر و تمام مقالاتش اوکی هستن و مناسب همه گروسنی هستش. خب وبسایت سوم استرونومی هستش، astronomy.com. این هم اینه همون space.com اخبار فضایی، آخر اخبار فضایی رو میذاره و همچنین مقالات علمی خیلی خوبی در مورد به حساب بحث فضا میذاره، خیلی خوب. مثلا اینجا شما میتونید تاریخ طلوع و غروب، زمان طلوع و غروب خورشید رو مشاهده کنید، اطلاعات خیلی خوبی رو در زمینه نجوم میذاره، شما میتونید برید ببینید. خب وبسایت چهارم خیلی خودم ازش خوشم میاد، اسپیس فکس هستش، spacefacts.de. این وبسایت به حساب اطلاعات و یه سری نکات در مورد مأموریت های فضایی و فضانوردی در اختیارتون میذاره. همونطوری بالا هم نوشته شما میتونین اطلاعات، تاریخ تولد، سن و تمام این مواردی از فضانوردهای متفاوت رو ببینین و توش بتونین مطالعه کنین و همچنین مأموریت‌های متفاوت ببینین. خب مثلا برای بحث فضانوردهای، مثلا فضانوردها میتونین بیان تو بخش استرونات، میتونین بیان لیست کاملی از تمام فضانوردها رو مشاهده کنید، ببینین که چه لیست بلند بالایی هست، رو هر کدوم هم میتونین کلیک کنید و به حساب تصویرش و اطلاعاتش رو میاره، چه ماموریتی انجام داده و چه اتفاقی براش افتاده. مثلا ایشون کلا ماموریتی انجام داده، فقط مثلا آموزشی بوده یا جایگزین بوده. مثلا میتونین پیدا کنین هر کسی، مثلا کوپر گوردن یا مثلا تو دو تا ماموریت فضایی شرکت داشته و موفق بوده نبوده، کی چه زمانی به دنیا اومده، تاریخ تولدش، که این همه اطلاعات رو میتونی از توش ببینی. و اینکه حتی استرون به حساب فضانوردای روس رو که به کوسموناس معروفن، که کوسموس به روسی میشه کهکشان فضا اینا، برای همین اسمشون فرق داره و شما میتونید با واردشون به صفحش اسم متفاوت رو مشاهده کنید. و همچنین هم که ماموریت‌های فضایی اخبار رو میذاره، بعضی اخبار خیلی به صورت کوتاه میذاره و یه حرف حال پیشه برای بحث همون اطلاعات فضایش. وبسایت پنجم و آخرین وبسایت spacefacts هستش، spacefacts.com یه اسلش هم بینش. این وبسایت یه سری به حساب حقایق، یه سری نکات در مورد فضا میگه، یه سری به حساب چیزهای جالب در مورد فضا میگه، هیجان انگیز. تو بخش متفاوتش میتونید درباره همه چی پیدا کنین، یه اطلاعات رو مثلا هر کنون از سیارات متفاوت چه خاصیت هایی دارن، چه قابلیت هایی دارن، چه جوری هن، سنگی و گازی هن، تمام اطلاعاتشون رو میتونین در موردشون در بیارین و ازشون استفاده بینه کنین.
خب دوستان، اینم از 5 تا از بهترین وبسایت های خارجی در زمینه علم هوافضا و نجوم که شما میتونید ازشون بهترین استفاده رو بکنید. اگر الان چنل رو سابسکرایب نکردین لطفا این کار رو بکنید، و اگر هم از اینستاگرام داریم ما رو مشاهده میکنید لطفا پیج منو فالو کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.